گفتی نامزدته ها؟ بله جناب سر. شما این آقا رو میشناسی؟ نه خیر جناب سرهنگ. مطمئنی؟ بله کاملا. بفرمایید شما میتونید برید. شما نامزدت ها؟ اشتباه میکنی پسر. آدم که انقدر خیلی نمیشه آخه دیوانه. تو هر کاری که بخوای اینجا انجام بدی اون برای میتونی انجام بدی دیگه. این همه فرصت برای رفتن داره بازم دست دست میکنه. اگه من جایی تو بودم کار دنیا رو ببین. اونی که میخواد بره نمیتونه، اما اونی که میتونه بره اینا حال روزش. خب تفریحی برو لاغل اینطوری مادرت هم میبینی. دو کمه من مادر عروس. مگه خودت جای خواب نداری که میای توی رخت خوابم؟ سامی، سامی بابا بی خیال، این کیه؟ شخصیتش یه سه عجیبی داره. از که تالا افتادی تو خط اکتشاف احساسات عجیب نسوان. بابا این بنده خدا عمرشو تو کار تحقیق احوالات نسوان گذاشته. به تو چه؟ آقا ولی به جان خودم یه حسی به من میگه این خانوم یه ربطایی به من داره ها. آره راست میگه. اتفاقا یه حسی هم به من میگه اون یکی خانومی هم که اون طرف نشسته باید یه ربطایی هم به من داشته باشه. آقا این بطریو بده به من. آقا من این بطری رو میچرخونم طرف هر کی افتاد یعنی که این خانم یه ربطی با اون داره. قبول؟ برو کنار بریم بابا. نداره شما صبر کن. بی خودی دامن پاک ما رو به این انگا آلوده نکنیم. ما این کارو نیست. حالا خیلی خوب بابا اصلا یه کار دیگه میکنیم. من این بطری رو میچرخونم. اگه سمت ایشون اومد یعنی اینکه شاخکاش حرف نداره. سنسورش هم فابریکه. یه هفته هم شام و نهار مهمون ماست. اگه نعیمت چی؟ خب معلومه اگه نعیمت تا یه هفته نهار شام همه ما رو بد بده. قبول. آقای کجا رفت؟ شدی تو به من انگ میزنی، به شیشه ی دل من سنگ میزنی، یه جورایی به من چشم قره میری، انگار داری شیپور جنگ میزنی. یاد بگیر. بفرما تموم شد. دست درد نکنه. امر دیگه قربونت. ممنون. میگم میخوام اون یکی خانه بیرم کشم خوشنگ. نه مرسی قربونه. آقا روشو زحمت که همون ما رو گرفتاری. بیا بارو بابا. قابل شما رو نمید. خیلی قشنگه کار شما. بله اگه قسمت باشه. چند وقت طراحی میکنی؟ خب من خیلی وقته، تقریبا از بچگی. بله بفهمید. مرسی از پورتره. ولی ببخشید من اصلا برای پول این کار رو نکردم. پس این برای چیه؟ این راستش این چیزه، این داستانش مقدار مفصله.
اجازه بدی من بشینم؟ به یه شرط. چه شرط؟ همین الان یه پورتری دیگه از من بکشید همینجا. آها بله. باشه حتما، فقط چیز من یه مقدار کاغذم تموم شده. اینه که بله. اینم چیزی که برای طراحی احتیاج داره. بله کاغذ. ببخشید من مدادم هم تموم شده. ناکس نشست. آره ایول بابا. نه بابا راست رسی مثل این که پالسای بینشون رد و بدل شده. دمش کرد. ببخشید شما تا حالا هیچ دقت کردین که توی شهرها تعداد دیوارها خیلی خیلی بیشتر از پلا هست؟ منظور؟ خب منظور این که کل زندگی همین جوریه دیگه، یعنی بین آدم ها بیشتر دیوار هست تا پل. شهرها رو همین آدم ها میسازن بید. پس طبیعیه که تعداد دیوارا خیلی خیلی بیشتر از پلا باشه. ولی به نظر من اگه بین آدما دیوار باشه خیلی بهتره تا پل. پس شما منظری هستین؟ بله؟ نه فقط دلم میخواد کسی مزاحمم نباشه. من که الان مزاحمتون نیستم ها؟ هنوز نه. راستش تو این زمونه هر کی دختر تنها رو میبینه به خودش اجازه میده که مزاحمش بشه. برای همین من دیوار رو به پل ترجیح میدم. شاید اگه توی کشور پیشرفته بزرگ شده بودم پلا رو به دیوار رو ترجیح میدادم. از قرار حضورتون که ما یه استادی داشتیم دوره دانشکده، این مادرزنش میبره امامزاده داوود، بنده خدا پیرزن نمیتونست راه بره، مجبور میشه الاغ کرایه کنه. بعد فرداش که اومد سر کلاس خیلی شاکی بود، گفت آچا میدونین چرا این مملکت هیچ وقت پیشرفت نمیکنه؟ برای اینکه الاغ. معذرت میخوام، الاغ ساعتی 5000 تومان، استاد دانشگاه ساعتی 3000 تومان. دل تو چه گناه جرم این تن شکست دل دادن به یک نگاه. رنگ تو رنگ شب. ای بابا یکی بره اینو بکشه بیرون، مثل اینکه بلکن ماجرا نیستا، زیر پامون عرب ثبت شد. حالا اینو گوش کن، یارو پشت چراغ قرمز وایساده بود شنیدی؟ نه منم نشنیدم. من خیلی دیرم شده باید برم، میشه دیدش؟ چی رو؟ همون که داشتی میکشیدی. فقط یه مقدار ناقصه. شرمنده. از اولم معلوم بود که چیزی سرتون نمیشه. منظورم نقاشیه. از کجا؟ از اونجایی که خودم نقاشم. پس ما کلا سر کار بودیم دیگه ها؟ شما خودت رفتی سر کار. خداحافظ. میشه بازم شما رو ببینم؟ بعید میدونم. چرا؟ چون بین ما پلی وجود نداره، هرچی هست دیواره. سارا جون بیا اینم کیکت. مرسی فعلا خدا. خدا. آقا بسر این دختر خانمی که اینجا نشسته بودو میشناسی؟ اسمش ساراست، فامیلیش هم زندی. از کجا اینقدر خوب میشناسیش؟ برای اینکه هر روز میاد اینجا. هر روز؟ دستمزد یه ساعت استاد دانشگاهست. هر روز. چیو نگاه میکنی؟ خاک تو سرت. با دوستان شرط باختی، خجالت نمیکشی؟ این همه مامان بابات برات گذاشتن، بازم چشه دنبال رینگ اسپورت ماشین مردمه. چقدر ندید بدید این شما، مثلا فکر نمیکردم طرف ماشین داشته باشه. الهی که درد و بلای ماشینش بخوره تو سر من، روغن سوزی ماشینش هم بیفته به جونه، بازم من نیستن. نیلوفر جون نه نمیدونم. خدا حافظ. الو بفرمایید. نقمه تویی؟ سلام. نه نیستش. آره مادر جون نمیدونم کجا رفتی.
یه روز با من دعوا میکنی، میگی چرا با دختر خانوما درست صحبت نمیکنی، یه روزم به این میگی همشون رو دک کن مادر برن. برای اینکه دیگه عاقل شدم مامان قشنگ. بعضی وقتا همه اون چیزایی که دنبالش میگردیم روبرومونه و کمسویی چشمامونه که ما رو به بیراهه میکشونه. گوشی رو بر نمیداری دیگه. با عزتون امروز اومدم هرچی دیوار بینمون هست و بردارم جاش پل بذارم. آخه ما یه نمه تو کار پلسازی هم هستیم دیگه. آقا لطفا مزاحم نشید. از همین که امروز دوباره داریم هم دیگر میبینیم خوبه، این خودش یه جور پلسازیه دیگه، مگه نه؟ تقدیم باعث همه جون. جانم چی شده سارا جان؟ این آقا مزاحم منن. بله بفرمیون مهم نیست که تو قصد چی داری، مهم نیست کمی الان باید بری اینجا بیرون. بله من اینجا یک کارمند سادم، اصلا حوصله شرم ندارم. برو بیرون ببینم. چی شده سارا جان؟ آخه عمه چرا گریه میکنی؟ از خونه که اومدم بیرون نادر رو دیدم. خب تو ماشین بودی، دخترم کنارش نشسته. شاید اشتباه کردی، شاید اشتباه دیدی. نه مطمئنم خودش بود. حالا انقدر گریه نکن، طوری نشده که. طوری نشده؟ نام زدم و با یه دختر دیدم، از صبح هم که تلفنمو جواب نمیده. حالا شما میگین طوری نشده. اصلا میدونی چی همه؟ میخوام تکلیفم رو روشن کنم. رابطه ما که از اولش کج و کله و خراب بود بهتر شد، اصلا تکلیف منم معلوم میشه. چی بگم والا؟ الو الو، میخواستم با دکتر هوشمند صحبت کنم. شما؟ من نامزدشون هستم. لیلا خانم شمایی؟ ای؟ پس اسم نامزد جدیدشون لیلاست؟ لیلا جنابالی؟ بنده نامزد قبلیشون سارا هستم. الو چیز آقای دکتر؟ الو حالیت میکنم. میدونستم اینطوری میشه. ولی من نمیدونستم. چی رو؟ اینکه شما نامزد دارین. تو اینجا چی کار میکنی؟ شرمنده، اگه اجازه بدیم من پیاده میشم. بهت میگم تو اینجا چی کار میکنی؟ به خدا من نمیدونستم شما نامزد دارین، مگر من مزاحمتون نمیشم. دیگه ندارم، نمیخوام داشته باشم. تو رو خدا من پیاده شم. خب سر به تنش نباشه مردی که الدنگ. من پیاده شم. کمک کمک من پیاده شم. کمک بکنم سامی تو ماشین طرف سکتر زده. نگاه کن چجوری میرونه لامربه. آه بابا این دختره پاید قاطیه، دهنه کرده نونا. Thank you.
چه خبر؟ طرف نامزد داره. نامزد داره؟ پا تو اینجا چه غلطی میکنی؟ خودم هم نمیدونم. سوارش بیا بریم احمق. میخوای شهر بپا کنی؟ شهر چیه بابا جون من؟ یه دقیقه صبر کنید ببینم. مثل اینکه قضیه طلاق و طلاق کشیه. آقا خرنشو بیا بریم. داستان خطریه. طرفم به نظر قاطی میادا. بپر بالا. شما ها برین. آقا درکار ننویس بابا، میگم پول مادرت ننویس دیگه. مال توه؟ نه مال من نیست، ولی چه فرقی میکنه؟ مال یه بنده خداست دیگه. این بنده خدا توقف ممنوع پارک کرده. میدونم سرکار جون توقف ممنوع پارک کرده، ولی حتما ناچار بوده. اگر خر که نیست توقف ممنوع پارک کرده. هر یه آدم جریمهش همینی بود که نوشته. سارا خانم، سارا خانم طوری شده؟ میتونم کمکتون کنم؟ یه لحظه به حرفای من گوش. سارا خانم یه لحظه، فقط یه لحظه. سارا خانم این که بزرگم گوشم مانو جان، بابامو چی بدم؟ شما سواری خودت با فجر نشدی؟ همه جان عوض میخوام، ببخشید خسارتش هر چقدر بشه میپردم. نه بابای حرفایی یعنی چی؟ اصلا قابل شما رو نداره خانم، چیزی نشده. چی قابل شما رو نداره؟ بابا جون من بابا زده ماشین رو داغون کردی؟ بابا بذار من حلش میکنم. چی حلش میکنم؟ آقایون فردا ساعت 10 صبح تشریف بیارین کافی شاپ، من در خدمتم. خواهش میکنم، اصلا قابل شما رو نداره، کلش فدای سرتون. خداحافظ. خداحافظ شما. ببین این اگه فردا ده صبح تو کافی شاپ پیدا شده، من تو رو خودتو جلوبندی ماشین میکنم. پسر یک جرم بونه به کسا کار دستم به درسه استخونت رو خورد میکنم. دختره نشونده تو ماشینه به درک بگردم. دیگه چرا جا بخونه من رد میشی؟ آخه داداش جان اون بیچارهش کجا میدونسته که قرار سارا ببینتش؟ ها؟ خدا خدا ریختشو نگاه کن. بابا تو از این خونه دست بردار نیستی؟ حتما به این سخت این خونه بریزه تا تو چارت بشه. بابا دستت که به دهنت میرسه؟ ندارم نیستی. اگه بخواستم به حرفای شما زنها گوش بکنم، باید میرفتم سینه قبرستون دست و پامو دراز میکردم. فاتحه. سلام. راستش من اومدم بابت اتفاق دیروز از شما معذرت بخوام. اینم پرداخت کردم. بفرمایید. کدوم اتفاق؟ اما که دیروز بی اجازه سوار ماشینتون شدم و این قبض جریمه چیه؟ این که شماره ماشین منه. خب بله خب. شما منو یادتون نمیاد؟ شما دیروز سوار ماشین من شدین؟ من اصلا تا حالا شما رو ندیدم. شما ما رو یادتون نمیاد؟ شما مگه شما نامزد دکتر هوشمند نیستی؟ چرا؟ مگه دیروز با گریه نرفتین دفترشو بگو مگو کردین؟ گریه و بگو مگو دیروز؟ دیروز نامزد من اصلا تهران نبوده. اشتباه گرفتین آقایون، مزاحم نشید. خانم مگه دیروز نزدی به ماشین من؟ آقایون لطفاً مؤدب باشید. مؤدب چیه بابا؟ من خسارتم اون بابا زنگ میزنم 110. چی دست نگردم؟ من زنگ میزنم 110. اینو چی خانم؟ این پورترارم یادتون نمیاد؟ عمه جون جان عمه چی شده؟ این آقای مزاحم من شدن. بله بده کارم شدیم که این روز بدیم که به طرف سبیاد کروکی بکشه به خاطر صدا خیلی بلنده. درستش میکنم دیگه. چیو درستش میکنی؟ اگه درستش نکنی من تو اونو با هم درستش میکنم. ببخشی چند لحظه تشریف بیاری اینجا؟ بله همه جانی بگیری بیرون کارتون دارم. گوش بده به زنزون، خودم خود کردی.
گوش بده پسر جون، من عمه سارا هستم. سلام علیکم. بی خود وقت تو تلف نکن، برو پی کارت، سارا با بقیه فرق داره. بابا منم به خدا میدونم سارا با بقیه فرق داره. تو هیچی نمیدونی، هیچی نمیدونی. ببخشید سر کاریه؟ سر کاری بابا، سارا حافظش رو از دست داده، برای همینه که تو رو نمیشناسه. کی؟ حتما از دیروز. نه خیر، یک سال پیش. قهرمان رئیس خانوما تو فدراسیون اتومبیل رانی بود. همه بهش افتخار میکردن و پوزش رو میدادن. یه سال پیش درست روز جشن تولد پدرش، یعنی اون کلن حافظش رو از دست داده؟ اون حافظه یه کوتاه مدتش آسیب دیده، تمام اتفاقات قبل از تصادف رو خوب یادشه، اما بعد از تصادف هیچی بیشتر از 24 ساعت یادش نمیمونه. در واقع بعد از اون تصادف هر شب که میخوابه تمام اتفاقات اون روز رو فرداش فراموش میکنه. نامزدش هم از همون روزای اول نتونست با وضعیتش کنار بیاد و ولش کرد. الان هم داره ازدواج میکنه، اما سارا هنوز خیال میکنه نامزدشه. یعنی چی؟ یعنی هر روز صبح که بیدار میشه خیال میکنه 31 خرداده، میاد اینجا و یک کیک برای جشن تولد پدرش میده، چون تولد پدر 31 خرداد یعنی همون روزیه که تصادف کرده. خب اگه یه دفعه روزنامه ای تلویزیونی چیزی رو ببینه بفهمم روز 31 خرداد نیست چی؟ اون وقتی که برای خودش و خانوادهش عذاب علیمه، اینقدر گریه میکنه و افکارش به هم میریزه که بی رمق میشه و خوابش میبره. وقتی هم که بیدار میشه دوباره چیزی یادش نیست، اوضاع عادیه. برای همین پدرش زندگیش رو وقف اون کرده. حدود 300-400 نسخه از روزنامه‌های مختلف رو که تاریخ 31 خرداد چاپ شده به خرج خودش چاپ کرده. اونا رو هر روز دم دست سارا می‌ذاره. تلویزیون، رادیو، ماهواره هم با 1000 کلک و ترفن کنترل می‌کنه. آره پسر جون، حقیقت سارا اینه. برای همینه که میگم فراموشش کن. 24 25، میگم فردا آخرین روزه ثبت نام قوی ترین مردان جهانه. بچه ها تو باشگاه بهم میگن راکی اگه ثبت نام نکنی خیلی خری. به نظر شما ثبت نام بکنم یا نکنم؟ امانت امشب میاد. آره میاد. 124 125 26 بله 26 27 تنها میاد. گفتم مادر تنها میاد. نه اونم میاد. آخه این مرده که جلو اون بر چطور جرأت میکنه بازم پاتو خونه من بذاره؟ آخه بابا به خاطر سارا کوتابیان کار دیگه مگه چی کرد؟ تا حالا هم به خاطر سارا کوتا اومدن، اگر نه یه شوهر ننه یه وسط بیساختن که از اون کله کچلش برقه نفاق بپره. تولدت مبارک، آنال در چه حاله؟ در حال عضل سازی، 21 سال افزایش دور بازو، 33 سال عضلات دور سینه، آنال شوارد.
امسال حتما باید تو مسابقات قوی ترین مردان شرکت کنی ها. اوکی لیدی یس اوکی دس رایت. وای امروز تولدتون وقت شما دارین همه کارا رو انجام میدین ها، چقدر من دختر بجیم. سلام سلام، تولدتون مبارک. متشکرم دخترم. امروز هر چی زنگ زدم نادر تلفنشو جواب نمیداد، فکر کنم سرش تو مطب خیلی شلوغه، امشب واسه جشنمون نتونه بیاد. مامان کو یه نوک با رفت خونه خارج زود برمیگرده. پس من میام لباسامو عوض کنم بیام کمک. خوشگل ترین پیرنتو بپوش. رامین چند بار بزنگم به وسایل شخصی من دست بزن ها؟ این مزخرفات چیه تو دفتر خاطرات من نوشتی؟ این بد و بیراهی که به نادر گفتی چه معنی میده؟ پدر، شما هم که چیزی بهش نمیدی؟ من خیلی سخت میگیری ها. وا، چرا سخت نگیرم؟ تو این دور زمانه آخه کدوم دختری پیدا میشه که رنگ چشاش با هم دیگه فرق داشته باشه؟ خب مسلما باید خواستگار ما خاص باشه دیگه. تولد تولدت مبارک، مبارک مبارک، تولدت مبارک. بیا شام و نفوذ کن که صد سال زنده باشی. بیا شام و نفوذ کن که صد سال زنده باشی. با ماما چرا اینجا نشستی؟ بی پیش بابا بشین، ناسلامتی تولدشه ها. مادر مهمونا تنها. از که تالا مهمونا رو به بابا ترجیح میدی؟ از خط برم؟ چه میدونم والا؟ آخه اینم شد زندگی؟ هر شب هر شب تا منو برزخ نکنی ولکن نیستی. چاره ای نیست که یه دقیقه برم پیش باباش بشینم میام. ببخشید. مبارک مبارک، تولدت مبارک، مبارک تولدت مبارک. بیا شما رو مبارک سلام علیکم. خوش اومد. باید عزت خدا. آفرین. خوشحال شد. مهربونی کرد. کیومرث جان خیلی خوش گذشت. خسته نباشی، فردا شب میبینمت. واقعا که خسته شدم. دیگه حالم از هرچی فامیل و تولد و مهمونی به هم میخوره. بخصوص از دست این مرد که جلوم برست خون قورت داده. کیومرث به خدا ناشکری. خیلی باحاله که عجب تولد عجب مهمونی. خوب عجب عزاداری داشته باشیم. فعلا که این ماجرا دست کیم از عزاداری نداره. خیلی خوب، حالا عصبانی نباش، فردا شب میبینمه. اون کلا رو از سرت بردار، حالا آدم به هم میخوره، مردم میخندن. سر نبون باید همین الان میرفتی؟ نباید برم. خواهی بری خیلی پیش سلامت. فقط نمیدونم سارا بگم مادرش کجا رفته، نمیشه صبر کنه بخوابه بعد بری. از خرجو الهی دورت بگردم، تو برو یه دقیقه تو ماشین بشین، من زود میام. یعنی امشبم باید 3 ساعت علاب بشم؟ نه زود میام الهی قربونت برم. به هر شب همینو میگی الهی قربونت برم. بابا چی کار کنم، چاره نیست. فکر چاره باشین، چاره ای نیست، چاره ای نیست. فکر چاره مارتیکی مفکار شیطانه میگه بزنم لطو بارش بکنم. شورم بارا عداتوارم در میاره. حق داره، من که نمیتونم هر شب هر شب بلنشم بیام خونه شوهر سابقم. بابا برایش سنگینه، چرا حالید نیست؟ برای من سنگین نیست، برای من سنگین نیست. به خدا قسم اگه به خاطر سارا نبود یک ذره چه تعامل نمی کردم. میخوام وجدانم راحت باشه. اگر نمی زدم ساقه پاشو لطا پار می کردم. چی فکر کردی؟ فکر کردی من به خاطر جنابالی میام توی خراب شده؟ معلومه که من واسه دخترم میام. آره چی میزنی؟ تو آنتنا رو پشتمون کار گذاشتی؟ خب بابا جون یک سال بالا آوردم از بس اراجیف ضبط شده رو تو این تلویزیون دیدم. ما تا کی تلویزیون ببینیم؟ تا وقتی که بمیری. تو فکر میکنی ممکنه دخترک ناغافل ها رو روزش به هم بریزه؟ بابا من حواسم هست، یه تلویزیون برداشتم گوشم پشت ما میرم نگاه میکنم. غلط میکنی.
126 26 تولد شما مرسی یوسف اینم دخترم چه کادوی برام خریده چه ساعت قشنگی دست درد نکنه دختر برای من که ساعت داشتم بابا نه اینو نداشتیم کی داشت با دست درد نکنه ما یه فیلم باحال گرفتم با هم ببینیم کما وای خدا حالم دیگه به هم خورد از بس چیزی گفتی ماما چی میگم مادر میگم که خیلی تعریفش شنیدم بذار ببینم هنوزم تو شب خود اگه ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگار هنوزم تو شب خود اگه ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگار من خیلی باحاله بابا مگه نه به تو یادگار من اون ماهو بابا آره خیلی خوبه وقت نبود الو کجایی خانم؟ سلام علیکم حال شما خانم بده خوبه؟ ماما کی این وقت شد؟ چی کار داری میکنی؟ تموم نشد هیچی در این فیلم ای بخوره تو سر من اون فیلم و اون تولد و این علافی بابا یه ساعت دست به آب دارم یه ساعت دلم به خودم میبیکم ببینم چشون مردی که نشستی سرتونم خوبه سلام داره خدمتون بله بینی ما نشسته حالا که میای خواهش میکنم لطفی شما خیلی زود میبینم اتون قربان شما خواهی خواهی کی بود ماما؟ خواهر اسخر خان راست این اسخر آقا رو کی دعوت کرده بود بیا؟ مادر بد کاری که بلند شد اومد تولد بابات بد که نه ولی یه ذره عجیب بود به هر حال من که ازش متنفرم از کی؟ خواهر اسخر آقا؟ نه از خود اسخر آقا منم خسته شدم بابا تو باید به فکر یه راه حل دیگه باشی من دیگه طاقت ندارم ساکت دختر بیدار بشه تا کی میخوای هر شب این بساطو رو بندازی هان به خدا مردم دارن به ریشمون میخندن شدیم مسخره فامیل آخه منم زندگی دارم منم آدمم پس مشکل اصلی تو اینه نه تا مسخره فامیل باشه من حرفی ندارم هر کاری که دلت بخواد بکن ولی یادت باشه اگه برای سر دختر بیاد مسئولیتش با توه سر و کله زدم با تو هیچ وقت فایده ای نداشت خدافظ این آخرین باریه که من پامو اینجا گذاشتم از وقتی که ازدواج کردیم هر شب اینجاییم بابا دیگه خسته شدم والا حق داری اسخر جان لغور بزرم ولی چی کار کنم؟ تو هم که اجازه نمیدی من خودم تنهایی بیام اینجا معلومه نمیذارم هنوز اینقدر بیغیرت نشدم که اجازه بدم زنم هر شب بره خونه یه مردی که یه نامحرم حالا چقدر طول میکشه حافظش برگرده دکترها که گفتن ممکنه هیچ وقت بار نگرده چیه چه ما دیگه تو ها عاشقم من عاشقی بیقرارم خاطره تو میخوام دیوونه بیا پس فردا یا رنگ شی رنگ قرمز ببینم حالا واقعا عاشق دختره شدی آخه کی گفته من عاشق شدم من فقط توجهم جلب شده همین خداییش خوب کیسیه
انظورت چیه؟ یعنی که هر موقع دلت بخواد در عرض یه روز ولش میکنی، اونم صبح فرداش چیزی یادش نمیاد که بخواد بهت گیر بده. تو هم میری به زندگی خودت دیگه. زندگی خودت دیگه. چی بود مادر؟ هیچی، قضا بلا بود مامان قشنگ. این همه ساعت از ما نخریده آقای زندی، فوقش دو تا یا سه تاش از ما گرفته باشه. بس از کی خریده؟ نمیدونم. نمیشه از خودش بپرسین؟ حرفا میزنی آقا برام. اون اصلا یادش نیست که این همه ساعت واسه من خریده. شرمنده، حواسم نبود. حالا همین ساعت فروشی های دور اطراف رو بگردین، شاید معلوم باشه از کی خریده. البته معلوم نیست اونا پس بگیرن. میدونم، آخه اونا که اندازه شما به ما محبت ندارن. اختیار دارین، وظیفمونه. فقط اگه یه لطفی بکنید زود به زود برای پس دادنش تشریف بیارید بهتر. چرا؟ کمتر تو سر مال میخوره. رامین باز به وسایل شخصی من دست دادی؟ برای چی این صفحه دفتر خاطرات من رو پاره کردی هان؟ بسازم کل در و کل پنجره، آخ جونم کل در کل پنجره. یار میگه بیا بیا، دل میگه برو برو. دیدی که خوب شناختمت، خوب شد که دل نباختمت. عجیس این دختر خدا بازم اومد، کرکر خنده است، هر روز میاد اینجا. آقا ببخشین این مغازه وقریش اون طلا فروشی بود چی شد؟ قاطی داره. سلام خانم. سلام، ببخشید این مغازه طلا فروشی که این بغل بود چی شده؟ چطور مگه؟ من یه طلبی ازش دارم، یعنی یه گردمن گذاشته بودم پیشش برام بفروشه، الان اومدم میبینم مغازه رو به کل کوبیده. والا من بیخبرم، هفتش ماه که همینطوریه. ولی من دیروز اینجا بودم. شرمنده، ما بیخبریم. شما مطمئنی؟ 100%. خاطر جمع. دیدی گفتم دم گاراژ بودم یارم نیومد. متعلق به شماست. این مال شماست. خیلی احمق هستین که فکر میکنین میتونین به این راحتی مزاحم خانوم بشین. عمه جون، این آقا مزاحم من شدن. برو خدا، سلام خدا من یه دقیقه فقط خونه چیزایی از جنش بدرام. نه خیر نمیشه. خیلی خوب، باشه فردا دوباره برمیگردم. ببخشید شما سارا هستی؟ بله. سارا زندی؟ نه؟ درسته. 7 سالگی تو خیابونه چهرک قرد. همونو میدونم، فازشو یادم میدونم. فاز 1 دبستان بهسر. نه، دبستان هاجر. آه، سارا زندی چهرک قرد فاز 1 دبستان هاجر. چطور مگه؟ آهای آقا، منظورتون چی بود؟ خدافظ، فردا میبینم تو. سارا زندی شهرک غرفاز 1 دبستان هاجر.
درسته، شما؟ بابا من یادت نمیاد؟ خب بکن، سامی، سامیرا، بچه محلتون تا قبل از اینکه بری مدرسه کلی با هم همبازی بودیم. سامی یاد اومد؟ بازم نه. آها خب من اون موقع ها ریزه میزه بودم، شاید به خاطر این یادت نیست. راستی از بچه های اون موقع کیا رو میبینی؟ تقریبا هیچ کس، یادش بخیر. ببینم سارا، تو ازدواج کردی؟ نه ولی نامزد دارم. یادم همون موقع ها بهت میگفتم تو از اون دسته آدمایی میشی که دیوار رو به پل ترجیح میدن. یعنی چی؟ دیوار یعنی کسی مزاحمم نشه، پل یعنی میخوام ارتباط برقرار کنم. تو اون سن از این حرفا میزدی؟ نه نه وای منظورم دیرم شده، من باید برم، امشب تولد پدرمه. راستی خونه شما کدوم بود؟ خونه ما همون نبش کوچه بود. نبش کوچه که خرابه بود، هنوزم هست. آره همون بغل خرابه نبش کوچه خونه ما بود دیگه. بغلیش که خونه بهرامینا. خب لابد ما که از اونجا رفتیم بهرامینا اومدن. بهرامینا از اول تو همون خونه بودن. شما یه دقیقه من یه فرصت بدی، خواهش میکنم. حالا از آدمایی که دیگرانو به بازی میگیرن به هم میخوره. برو کنار. من شما رو بازی ندارم. برو کنار. من سامی هم. سامی هم بار شما رو نیست نسی. خواهش میکنم. یه دقیقه شما رو بازی ندارم. راستی خونه شما کدوم بود؟ بابا همون نبش کوچه بغل قرابه چسبیده به خونه بهرامینا. آهان اون دو طبقه. آفرین. سارا خانم خلاصه من خیلی خوشحال شدم دیدم. واقعا خوشحال شدم. قربانه. آب سارا جون بگو بینم تو این مدت که ندیدمه چی کارا کردی؟ درس چی خوندی؟ اصلا کتابه چیه داری میخونی؟ من نقاشی خوندم. الانم البته نقاشی میکنم، سبکم رئاله. اینم که کیمیاگر کویلوه. آخه من به عرفانم علاقه مندم، انواع عرفان، عرفان شرقی، عرفان سرخپوستی، از این حرفا. بله پس کلن قاز میچرونی. راستی خونه شما کدوم بود؟ بابا نبش کوچه، بغل خرابه، چسبیده به خونه بهرامینا. دو طبقه؟ آفرین. عجب حسن تصادفی، چقدر روحیه شما شبیه منه. چطور؟ آخه راستش خود من عاشق کیولان. برو کیولان. من راستش خیلی علاقمند هستم به نقاشی، مخصوصا سبک رئال، و بیشتر دنبال مطالعه عرفان هستم. عرفان سرخپوستی، عرفان شرقی، خلاصه همه رقم عرفان. من کشته مرده فرهنگ اسپانیشم. گیتار اسپانیش، شعر اسپانیش، رقص اسپانیش، من کشته مرده شعرهای لورکان. اسپانیش با حال افتی اسپانیش. اسپانیش یعنی چی؟ یعنی اسپانیایی دیگه. آخه تو چه رفتی به اسپانیایی داری؟ من کشته مرده فرهنگ اسپانیشم. گیتار اسپانیش، رقص اسپانیش، شعر اسپانیش، من مرده شعرهای لورکان. فدریکو گارسیا لورکان. Los balcones se cierran para enjaular los besos. Cuánta estrella, cuánta estrella. Se va apagando en el aire un horizonte moribundo. Las estrellas, las estrellas. ¿Tú Lorca خوندی؟ اونم به اسپانیایی؟ تو اسپانیایی بلدی؟ Sí, señorita. وای چقدر عالی. آره اینجاست. کیومرز حالا ماجرا رو انقدر جدی نگیر، اگه میخوای بیای. یالا بابا بذارین حتی اقلا براتون توضیح بدم. لازم نکرده توضیح بدی، برو پیک کارت. من به خدا نیتم خیلی نمیذارم. دروغوی مثل تو هیچ خیری تو نیتش نیست. میگم به خدا نیتم خیلی. برو کنارا. به ما بگندو نلایر اونو هریستو مدیبندو. خوب گوشاتو واکن بچه، تا
دفعه آخری باشه که مزاحم این دختر خانم شدی. شما؟ کیومرث زندی، پدر سارا زندی. زخ نبود؟ خیلی خوشبختم، منم سامی هستم، سامی را خوشبختم. دست از سر دختر من برمیداره یا نه؟ روشنی یا روشنت کنم؟ ولی آقای زندی ببخشید، من اصلا قصد مزاحمت ندارم، من نیتم خیره. خودت خوب میدونی که سارا به خاطر مشکلی که داره با همه فرق میکنه. خب بله، ولی من که با مشکل سارا مشکلی ندارم. ولی من با کسی که با مشکل سارا مشکلی نداره بعد جوری مشکل دارم و میدونم که هیچ قصدی نداره جز سوء استفاده. ولی آقای زندی باور کنید من میدونم با مشکلی که سارا داره چقدر راحت ازش میشه سوء استفاده کرد. ولی خب ولی بی ولی از دختر من فاصله بگیر جوون، اون هیچ وقت نمیتونه یه ارتباط دائمی با کسی برقرار کنه. بزار از اینی که از بدتر نکن، برو دنبال زار و زندگیت بچه جان. مشکلات دختر من به قدر کافی سنگین هست، قوزه بالا قوزش نکن. در ضمن اون سیبیل هم بهت نمیاد. با سامی، این چه ریخت قیافه برای خودت درست کردی؟ این مسخون چیه دستت گرفتی؟ هیچ، به فرهنگ اسپانیش علاقه پیدا کرد. تو یا عاشقی یا دیوونه شدی، علاج هر دوشم اینه که زن بگیری. اگه ازدواج کنی از این بلا تکلیفی نجات پیدا میکنی، فکر سفرم از سرت میره بیرون. شاید مادرتم بلنشی بیاد اینجا، همینجا با هم دیگه زندگی کنیم. آخه مشکلات دارم مامان قسم. چه مشکلی مادر؟ مشکل اصلی اینه که هر روز من یادش میره. اوه، این اداها رو تمام دخترهای جوان در میارن. تو توقع داری که هر روز بیاد بگه که من به فکر تو هم؟ این که فایده ای نداره مادر جون. مشکل دیگه اینه که پدرش گفته دست از سر دخترش برداره. وا، اگه اینو نگه پس چی بگه مادر جون؟ بگه که سامی جون بیا با دختر من ازدواج کن. یعنی چی؟ یعنی این که تو باید کار خودتو بکنی، پدر و دخترم کار خودشو. این قاعده زندگی مادر جون. اجازه میدید کمکتون کنم؟ در چه موردی؟ پنچرگیری دیگه. مگه خودم علیلم؟ نه آخه زن ها یه خورده اینجور کارا براشون سخته، من از اون جهت گفتم. خانوم هایی مثل من این کارا اصلا براشون سخت نیست. ولی من فقط میخواستم به شما کمک کنم، همین. خیلی لطف کردیم، به کمک شما هیچ احتیاجی نیست. روز افتاده رو دنده ای لحج. شرمنده خانم، چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه. ای به نظر بیاد شما نقاش باشین، درست میگم؟ از کجا فهمیدین؟ راستش از طرز نگاه کردنتون. واقعیت خیلی به نقاشی علاقه مندم، مخصوصا سبک رئال اسپانیش. جدا؟ همینطور عرفان کویلویی؟ عجب. بخشید، بخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه یه معلم نقاشی خوبی های کلاس اگه میشناسیم من معرفی کنیم.
ممنون میشم. بله حتما. این آقا کلاس نقاشی دارن، میتونیم بریم پیششون نقاشی رئال اسپانیش یاد بگیریم. همینجاست؟ بله بله همینجاست. پدال یلا پدال پدال. حالا کدوم منطقه هستی پسر؟ منطقه 26. تهران همش 22 تا منطقه بیشتر نداره. این کلکه دیگه قدیمی شده. بر منه توت بیشلا یلا یلا. اهلاً و سهلاً بسن. یا همینجا دلت میکنم. دست آندرستم شما خورم در بزن. بفرما این کل مانی بنده است. گوشو گلوم یواشتر بزن. لطفا به پلیس 110 تلفن کرد کارو. خواهش میکنم. سلام عرض کردم. آقای محترم دفعه آخری باشه که این دلغک بازی رو اینجا در بیاری، وگر نه مجبور میشم باهات رفتار دیگه ای بکنم. بزرگترین عیب پدر سارا اینه که یه دنده و لجبازه، نمیخواد واقعیت رو قبول کنه. مثلا همین پسرمون رامی اصلا روحیه ورزشکاری نداره. این بچه برعکس خیلی روحیه حساس و ظریفی داره. بعد فکر کن این آدم رو وادار کرده که قهرمان زیبای اندام آسیا بشه. خاک پسرم، آخه بگو اینم شد محبت و دلسوزی پدرانه. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خب حالا برای سارا چی کار میشه؟ والا پدر سارا خیال میکنه که اون هر موقع بدونه چه بلایی سرش اومده ممکنه دوباره خودکشی کنه، ولی اشتباه میکنه. برای اینکه سارا بارها متوجه شده که چه اتفاقی بازش افتاده، ولی به اون شدت خدا رو شکر به هم نریخته. به هر حال رو کوبوس کنده بهت بگم، اگه تصمیم داری با سارا ازدواج کنی باید زندگیشو تغییر بدی، از این وضعیت خلاصش کنی. اگه کاری هم از دست من بر بیاد مطمئن باش کوتاهی نمی. خودتو ناراحت نکن، روزگار دیگه، بالاخره درست میشه، اینجوری که نمیمونه. آخیش بفرما. من کی جگر خوردم؟ آقا دستم به دامنت، اگه من از شهر هر روزه این ماجرا خلاصم کنی تو عروسی جبران میکنم. بابا آبرو حیثیت برام باقی نمونده. اهل محل تمام رفقا میدونن که زن من هر شب و هر شب میره خونه این مرتی که شوهر سابقش.
ببین از قرارها مهمترین کار من اینه که زندگی سارا رو عوض کنم. اون وقت مطمئنم که دیگه زندگی شما هم عوض میشه. قربونت برم الهی، خیر از جوانیت ببینی که جوانی به من بر میگردونی. سلام، من سامی راد هستم. مدتی هم هست که شما رو میبینم. میخواستم اگه اجازه بدیم مادر بزرگم رو بفرستم برای خواسته داره. ممنون از توجهتون، ولی من نامزد دارم. شما نامزد نداریم، شما یک ساله که نامزد نداریم. دکتر هوشمند تا آخر این ماه داره با یه دختری ازدواج میکنه. شما اسم نامزد منو از کجا میدونی؟ من خیلی چیزای دیگر هم میدونم. مثلا این که شما نمیدونید امروز چه تاریخیه. استثنان این یکی رو خیلی خوب میدونم، چون امروز تولد پدرمه، 31 خرداد. نه خیلی سارا خانم، امروز 31 خرداد نیست. شما یک ساله که از زندگی عقبی، شما نزدیک یک ساله که هر روز میاین اینجا و هر روز فکر میکنین که 31 خرداد و تولد پدرتونه. شما یه ساله دارین این کتابو میخونین اما تموم نمیشه. نه سارا خانم، شما مدت هاست تو خواب غفلتی، لطفا بیدار شو. این روزنامه ها قلابیه. نه سارا خانم، این روزنامه ها قلابی نیست، اون روزنامه هایی که هر روز به دست شما میرسه قلابیه. الو کیومرث؟ آره عزیزم، همه چیز راجب اون تصادف و وضعیت پزشکی بیمارستان دیم. تو چند وقت بیمارستان بودم؟ 3 ماه بابا جم، 2 ماهش تو حالت کما. من میخوام دکتر رو ببینم. تو چندین دفعه این کار کردی بابا، دکترم بارها و بارها همه چیز رو واسه توضیح. باشه، ولی بازم میخوام برم ببینم دکتر چی میگه. این اینجا چی کار میکنه؟ تو را بهت میگم. خب، متاسفانه این تصاویر نشون میدن که وضعیت مغزی تو فرقی نکرده. این بخش از مغز تو شدیداً آسیب دیده. این قسمت که بافتش از بین رفته دقیقاً جاییه که مسئولیت تبدیل حافظه کوتاه مدت تو رو در حین خواب به حافظه بلند مدت به عهده داره. این از موارد بسیار نادریه که بهش میگن سندروم گولدفیش. گولدفیش یعنی چی؟ گولدفیش اسم یک متخصص برجسته مغز و اعصابه که تو این زمینه کار کرده. خدا بیامرزتش. متاسفانه به احتمال خیلی زیاد وضعیت تو همینطور میمونه و درمانی نداره. البته وضعیت تو میتونست خیلی بدتر از این باشه. دیگه بدتر از این؟ بیا میخوام یه چیزی نشونه داده. سلام
سلام عزیزم. سلام. شما اسمتون چیه؟ نمیدونم. فامیلتون چی؟ اونو میدونی؟ نه. میدونین الان کجا هستین؟ نه. الان تو بیمارستانی. میدونین بیمارستان چیه؟ نه. میدونی تو کدوم شهری؟ نه. میدونی تو کدوم کشوری؟ نه. ببینم اصلا اهل گفتگو هستی؟ آره. چه جور گفتگویی؟ گفتگوی تمدن ها. این کلینیک مغز و اعصاب به طور تخصصی روی افرادی کار میکنه که حافظه‌شون رو از دست دادن. تمام بیمارانی رو که اینجا میبینید به نوعی با مشکل از دست دادن حافظه روبرو هستند. حالا میخوام یکی از متفاوت ترین بیماران این کلینیک رو به شما معرفی کنم. آقا داوود. سلام علیکم. داوود هستم. منم سامی. خوشبختم. رامین اولی رو که صدا می‌کنم. حال شما چطوره؟ خب. شما بوکسوری؟ بله اینطوری میگم. عجب شغل خوبی داری. سلام علیکم. زندی هستم. دخترم هستم. خوشبختم. حال شما چطوره؟ سلام علیکم. داوود هستم. مخلص شما. داوود هستم. برکیان. از دیدن شما خوشبختم. زندی هستم، دخترم هستم. خوشبختم. متاسفانه داوودم تو یک تصادف مغزش آسیب دیده، ولی فرقش اینه که حافظه کوتاه مدتش بیشتر از 10 ثانیه نیست. دکتر من کی تصادف کردم؟ اصلا یادم نمیاد. خواهش میکنم تشریف بیارید. بهترین کار برای سارا اینه که بیاد و اینجا زندگی کنه. شما باید قبول کنید که سارا یه بیماره و جایی که بیمارم تو بیمارستانه. من بابت تمام بدرفتاریایی که ناخواسته مرتکب شدم واقعا معذرت میخوام. نه بابا، خواهش میکنم. فردا میبینمتون. نه حتما. امیدوارم فردا که میبینمتون بشناسمتون. منم امیدوارم. کارات رو به راهه. نه همه، ولی به هر حال خیلی وقت مادرم دنبال کارام. جونم بفرمایید. الو کیومرس جان سلام، چطوری؟ امشب تولد نداری؟ نه آبجی، امشب تعطیله. به همه خبر دادم جز تو، چون اشغال بود. میدونی چی شد؟ اقدس جون زنگ زد، میخواست اجازه بگیره که خواستگار جدید معرفی کنه. آره کیومرس جان، میگم میخوای بیایم دور هم باشیم امشب؟ نه قربونی، آخر شب دیگه کم کم میخوام بخوابم. باشه، پس فردا شب میبینمه. خداحافظ. خداحافظت. آقای زندی، من میدونم که شما به خاطر ترس از خودکشیه که این همچین شرایطی برای سارا درست کردید، ولی باور کنید که این یک راه حل درست و منطقی نیست. حالا واسه ما شده متخصص اعصاب روان. ببین ما که نمیخوایم اذیتش بکنیم، منتها چه تضمینی وجود داره که بلایی سر خودش نیاره؟ خب بله شما حق دارید، ولی راه داریم. یعنی چه میدونم، مثل این که هر روز صبح که از خواب بیدار میشه یه جوری و یه شکلی بهش بفهمونیم چه اتفاقی براش افتاده، تا حداقل بتونه بقیه روزشو مثل مردم عادی زندگی کنه. تو اصلا اینگه حالی دیست چه پشت رو ماسا ها؟ میگه اکتا داریم زحمت بکشیم خونه دل میخورم همیشه فراموش کنم، وقتی میخوام همیشه یادش بیاره کل پود. اینه تو اصلا چی کار داری؟ اجون ما چی میخواد؟ چرا راحت نمیداری؟ ببخشید آقای زندی، اگه اجازه میدین من مرخص میشم. ببخشید
خانم سارا زندی؟ بله بفرمایید. این فیلم برای شماست به مناسبت جشن تولد پدرتون. ببخشید شما؟ من پیکم. اینو آقای به اسم سامی راد فرستادن، سفارش کردن که حتما فیلمو تماشا کنم. سلام سارا خانم. تو این یه سال گذشته اتفاقات زیادی افتاده که تو از اونها بی‌خبری. جورج بوش دوباره نامزد ریاست جمهوری آمریکا شد. صدام حسین دیکتاتور بزرگ دستگیر شد. و اما سخت‌ترین و دردناک‌ترین حادثه سال زلزله بم که شاید بیشتر از 50,000 نفر تلفات داشته. ولی سارا اتفاق مهمی که برای تو افتاد چیز دیگه ای. کجاست اون کوچه؟ چی شد اون خونه؟ آدماش کجان؟ خدا سلام، من سامیم، سامی راد. امروز به پیشنهاد دوستم فری میخواییم ماجرای اولین روز آشناییمونو برات اجرا کنیم. تقریبا یک سال بعد از تصادف تو اولین بار همدیگر رو تو کافی شاپ پیست کارتیه دیدیم. مدت‌ها بود که از نامزدی تو با دکتر هوشمند میگذشت و دکتر هوشمند تو رو ول کرده بود، ولی تو هنوز خیال میکنی که نامزد داری. خیلی با هم حرف زدیم، ولی خب بیشتر روزا منو از خودت روندی. به هر حال کاملا پیداست که من تو علاقه‌مندم و احتمالاً تو هم یه خورده به من علاقه‌مندی. اما متاسفانه هر روز که از خواب بیدار میشی همه چی رو یادت میره. منم خیلی سعی کردم که حس علاقمندی رو در وجودت بیدار کنم. حالا آماده این؟ آماده این؟ سلام، من پیام هستم، دوست صمیمی سامی. بریم. قابل شما رو نداره. کار شماست؟ بله، اگه قسمت باشه بله. چه شبیه منه؟ چند وقتی کار میکنی؟ خب خیلی وقت، تقریبا از بچگی. چه عالی. ببخشید من یه چند لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ چند لحظه؟ اگه میخواییم با من ازدواج کنیم باید بهتون بگم جواب من بالاست. خجالت بکشی که اینا رو دیگه نگو دیگه. بابا این الان حرف همه دختر هست دوست دارم با پسر ازدواج کنن. بعدش من واقعا داره دوست دارم سامی. من معذرت میخوام، دوست من یه خورده بی جنب است. همیشه تو زندگی آدم خب اتفاقات بدی میفته. تو خودت بهتر از همه میدونی که من تنها خواستگارم و 3 سال پیش از دست دادم. آخه کمتر کسی پیدا میشه که بخواد زنش رنگ چشاش با هم فرق داشته باشه. اون تصادف میتونست تو رو از ما بگیره، ولی خدا رو شکر تو پیش مایی. حتی همینجوری که هستی میخواستم در مورد آقای باهات حرف بزنم. به نظر من بچه خوب و قابل اعتمادیه، خیلی هم تو رو دوست داره. منم تو رو خیلی دوست دارم. هم الهی قربونت. بابا همه بس کنین دیگه، فیلم هندیش کردین. سلام سارا جان، اتفاقای بدی تو زندگی من افتاده. اولیش ازدواج با پدرت بود. تو خودت خوب میدونی که ما با هم خیلی مشکل داشتیم، واسه همین یه مدتی که از هم جدا شدیم. اتفاق بعد دیگه تصادف تو بوده که همه ما رو آشفته کرده. یعنی این قسمت ما بوده. این شوهر جدید منه. اسخر، اسخر، اسخر. بله سارا، سلام کن. سلام علیکم. میخوام اینو بدونی که هر اتفاقی تو این دنیا افتاد من مادرتم، به اندازه یه مادرم عاشقتم. مواظب خودت باش قربونه. خب کل ماجرا همین، الان هم حدود 1 سالی که از تولد پدرت میگذره و تو هر روز فکر میکنی که تولدشه و اونم همینجوری وانمود میکنه برای اینکه تو یک بار خودکشی کردی و اون میترسه که تو دوباره این کارو تکرار کنی. من این فیلمو ساختم برای که تو هر روز که از خواب بیدار میشی ببینیش و بتونی روزتو مثل آدمای معمولی شروع کنی. الانم من و پدر مادرت آماده ایم تا تو هر سوالی داری از ما بپرسی. سارا بدون دوستت دارم و تو برام عزیزتری. خدا چندمین باره که این فیلمو میبینم؟ من
دفعه اولیه که میبینم. دارم فکر میکنم ای کاش یه روز قبل از تصادف با تو آشنا شده بودم. حتی اگه یک ساعت قبل از تصادف تو رو دیده بودم دیگه از یاد نمیبردم. اولا یه ساعت قبل از تصادف شما نامزد داشتیم. ثانیا وضع فعلیمون خیلی هم باحاله. خوب بود مثل اغلب زن و مردهای دیگه برای هم تکراری و کسل کننده بودیم. ولی حالا اینجوری من مجبورم کلی جون بکنم تا تازه سرکار منو یادت بیا. بنابراین همیشه برای تازگی دارم. میدونی چرا عاشق اسپانیشم؟ نه. چون مثل تو هم در بدترین شرایط و سختترین لحظات ترانه میخونن، گیتار میزنن، میرخصن. دوست دارم. ای گفتی کی فهمیدم بین ما پل ندیبا؟ کی؟ دقیقا همون موقعی که فهمیدم تو چپ دستی. چه ربطی داره؟ خب برای که منم چپ دستم. چپ دستا بیشتر به قلبشون گوش میکنن تا مغزشون، چون فاصله دست چپ تا قلب کمتر از مغز. جالبه نه؟ آره. آقای سامی راد بفرمایید، میتونید تشریف ببرید. الو سلام آقای زندی. کی؟ نمیخواستم این موقع شب مزاحمت بشم. اصرار سارا بود، میخواد باهات حرف بزنه. بازم دیدی نگرانی من بیجا نبود. قرص خورم اگه دیگه فهمیده بود. Thank you.
میخواستم بهت بگم که تو زندگی و آیندت معلومه، ولی من نه، نمیخوام زندگی تو هم مثل زندگی پدرم و برادرم صرف به یاد آوردن زندگی روزمره من بشه. جدایی برای من آسونه. امشب که بخوابم فردا صبح تو به کل از یادم رفتی. چی شده که این حرفو میزنی؟ ما که با اون نوار ویدیو مشکلاتمون حل شده. نه سامی، دیدن اون فیلم خیلی من اذیت میکنه، خیلی سخته. هر روز مثل یه پتکی که تو سرت میخوره بفهمی تو این همه مدت چه بلایی سرت اومده و تو ازش بیخبر بودی. دیگه ظرفیتشو ندارم، میخوام تو خلصه بیخبری بمونم مثل سابق، ولی این بار یه جوره دیگه، یه شکل دیگه که واسه هیچ کس درد سرساز نباشه. دیگه قرار نشد گریه کنی مامان قشنگ. دلم برای تنگ میشه. بدترین شکل دلتنگی وقتیه که کنار اونی که دوستش داری باشی و بدونی هیچ وقت بهش نمیرسی. برو بگی بخواب مامان قشنگ، دیر وقت. بیام ازت خداحافظی کنم. لطف کردیم. عاشقی مثل قماره، اگه عقلت برسه نباید همه وجودت روش بذاری. وقتی قرار به باختنه همون بهتر که آدم همه وجودش رو ببازه. سارا چطوره؟ خوبه، خیلی خوبه. هر روز صبح تا شب میره اون کلینیک، هم به بیمارا نقاشی یاد میده هم خودش نقاشی میکنه. اینم وسط آوردن تو اتاق اون پیدا کرده. برات سفر خوبی آرزو میکنم. ممنون. مطمئنم موفقیت های زیادی در انتظارت، چون هر شکستی سرآغاز یه پیروزی بزرگ.
این که تاریخ دیروزه؟ خب اگر این تاریخ دیروز باشه پس من یادشه. آقا ببین این اگر تاریخ دیروز باشه پس من یادشه. میفهمی چی میگم؟ من یادشه جلال خانم. باشتم من برگردم. سلام آقا داوود. سلام من داوودم. آقا داوود میدونی سارا کجا؟ سارا زنگی همونی که اینجا نقاشی درس میده. آها سلام من داوودم. خانم ببخشید من یادم نمیاد دارم چیکار. میشه به هم بگید اینجا دارم چه کار میکنم؟ شما دارین نقاشی میکنید. سارا؟ بله. تو منو میشناسی؟ بله. جدی میگی؟ چرا که نه؟ به شرطی که مثل بقیه رأس ساعت سر کلاس حاضر بشی. اولم رو پوشتو بپوش که رنگی نش. سارا من سامیم. سامی را آقای راد یه چند لحظه صبر کنین من با تون کار دارم. خانم فیولادی، خانم فیولادی با مرکز. اینجا آتلیه منه. من نمیدونم شما کی هستی ولی اکثر شبا خواب شما رو میبینم. ما روزای خوب زیادی رو با هم بودیم، روزایی که رویا و خواب نبود، واقعی بود. تو به خاطر مشکل حافظت سعی کردی منو از خودت برونی تا مثلا من زندگی بهتری داشته باشم، اما واقعیت اینه که زندگی بهتر برای من وقتیه که با تو باشم. سلام من داوودم. راستش زندگی من و تو خیلی تغییر کرده سارا، حالا متوجه میشیم. He deals the cards as a meditation and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance. شو بیا آشپزخونه میخوایم با هم صبحونه بخوریم.
سلام مامان، صبح بخیر. نمیخوای دختر کوچولو تو بغل کنی؟ از آن که دل بردم به فکر ما. به سلام سارا خانوم، صحبت بخیر. سلام کن به ماما. سلام کن سارا جان، امشب تولد پدرته، زود کاراتو بکن که میخواییم در دیوار پایینو حسابی نونوار کنیم. کلی مهمون داریم، میخوام پدر رو غافلگیر کنم.